بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه منهاج السنه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. امیدواریم تا این قسمت از این برنامه که خدمت شما عزیزان تقدیم شده رضایت خاطر شما عزیزان رو کسب کرده باشه و به اطلاعات دینی شما افزوده باشه و اون شبهات و مشکلاتی که در مورد این کتاب و شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه داشتید، امیدواریم که برطرف شده باشه. همه میدونیم که کتاب منهاج السنه کتابی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این کتاب رو بر ردی بر کتاب منهاج الکرامه ابن مطهره حلی نوشتن و در این کتاب به شبهاتی که ابن مطهره حلی و دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌هایی که آورده پاسخ دادن. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بیشتر به وسیله این کتاب در بین مسلمان‌ها مشهور شدند و همچنین ایشون خاری هستند در گروه روافض که تا امروز نتونستند جوابی بر این کتاب گرانسنگ بنویسند. ما در این برنامه در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم، کارشناس محترم برنامه، که من قبل از همه چیز خوش آمدید میگم به جناب استاد به برنامه خودشون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من متقابلا خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله جميعا و در خدمت جناب علی هستم. جزاكم الله خیر. جناب استاد، ما هنوزم در وجه چهارم کتاب منهاج الکرامه هستیم که ادعا کرده بود که ان الامامی اخذ مذهب من ان الائمه المعصومین، امامی مذهبشون از ائمه معصومین گرفتن که مشهور هستن به فضل و علم و زهد و ورع و همیشه مشغول عبادت بودن و مشغول تلاوت قرآن بودن و از زمان خردسالی تا آخر عمر به همین عبادت ها مصروف بودن در زندگی و مردم از اونها علوم دینی رو یاد گرفتن و در حق اینا نازل شده است هل اتی سوره انسان که در قسمت قبل از این هفته گذشته بهش پرداختیم، مفصل صحبت کردیم و ادعا میکنه که و نزل فیهم آیت الطهاره یا همون آیه تطهیری که ادعا میکنن و همچنین ایجاب المودت لهم و آیت الابتهال لغیره. هفته گذشته ما سعی کردیم که آیه تطهیر رو مفصل در موردش صحبت بکنیم، اما وقت یاری نکرد و قسمتی از بحثمون واگذار شد به این هفته. اگر لطف بکنید خیلی مختصر در مورد مسائلی که در هفته گذشته مطرح کردیم صحبت بفرمایید. من قبل از اون این نکته رو یادآوری کنم خدمت بینندگان عزیز و گرامی، اگر دوستان بتونن صفحه مانیتور من رو نشون بدن، آیه تطهیری که ادعا می کنن، این آیه تطهیر آیه 33 سوره احزاب هست و ما اگر به قرآن کریم مراجعه بکنیم از آیه 28 تا آیه بعد از این که میاد آیه در صفحه بعد آیات دیگری که در اینجا اومده، هیچ کدومش در مورد اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون تعریفی که شیعه دارن نیومده، همه در مورد همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و نکته خیلی مهم این است که این آیه تطهیری که ادعا میکنن دوستان اگر نشون بدن، این آیه تطهیر آیه نیست، جزی از یک آیه است و با فریبکاری و دروغگویی میخوان به مردم اینطوری وانمود بکنن که بله انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، این آیه است، در حالی که این آیه نیست، جز یک آیه است که اول این آیه در مورد همسران پیامبر است و در آخر ادامهش این است که الله سبحانه و تعالی میخواد که از شما پلیدی های اهل بیت رو دور بکنه و شما را پاک بگردانه چنان که باید پاک بسازه. جناب استاد در خدمت شما هستیم با مختصری از موضوع هفته گذشته. در هفته گذشته الحمدلله مطالبی رو درباره آیاتی که شما اشاره کردید، 6-7 آیه هستند از آیه 28 سوره احزاب تا آیه 34، مطالبی رو درباره این آیات مطرح کردیم که تمامی این آیات بلا استثناء درباره ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در آیه 28 الله مطالب می‌فرماید یا ایها النبی قل لازواجک، تا آیات بعدی هر یکی از این آیات اشاره دارد به یا نساء
النبی یا خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست تا آیه 33 که محل استشهاد است، همون گونه که شما فرمودید ابتدای این آیه باز هم خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و قرن فی بیوتکن، و بعد از آیه 33 آیه 34 هست باز هم درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی تمام این 7 آیه درباره ازواج مطهرات همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، فقط در قسمت آخر یکی از این آیات که آیه 33 هست این جمله در اونجا اضافه شده و این آیه اومده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در جلسه قبل ما مقدمی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم درباره این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کسی بودند که به دستورات الله متعال عمل می کردند، پاکترین انسان، متقیترین انسان، پاکیزترین انسان، کسی که از نظر حسب، از نظر نسب، از نظر اخلاق، از نظر مسائل زناشویی و ازدواج از تمام انسانها در سطح بالاتری و در طهارت و پاکی بالاتری بود. و دقیق ترین انتخاب اگر بگوییم در میان تمامی ازدواج هایی که صورت گرفته، انتخاب اون کسی هست که از نظر عقل از همه بالاتر هست، از نظر دیانت از همه بالاتر هست، از نظر حسب و نسب از همه بالاتر هست، از نظر این که یک عامل نامرئی یعنی این که از جانب الله متعال حرکاتش و گفتارش کنترل می شوند، بازم می بینی که متفاوت با بقیه انسان ها هست. چون این انسانی با این ویژگی ها اومدن همسران خودش رو انتخاب کردند و همون همسرانی که متاسفانه امروزه از جانب بسیاری از مسلمان نماها مورد لعن و نفرین قرار می گیرند و متاسفانه این رو برای خودشون یک دین قرار دادن. همین آیاتی که در اینجا مطرح شده درباره همان همسرانی هست که رسول الله صلی الله علیه سلام اونها رو انتخاب کردند و با میل و اراده خودشون رفتند خواستگاریشون با اونها ازدواج کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر دستوری که از جانب الله متعال صادر شده بود که ولا تمسکو بعصم الکوافر، مجاز نبودند که زن کافر و منافقی رو در عقد نکاح خودشون نگه دارند. و تا اینکه الله متعال در ادامه و در آیات ادامه این آیات الله متعال رو هم به ایشون الله متعال دستور داده که لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. این پاداشی بود که الله متعال به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم داد که در دنیا هم همسر ایشان باقی بمانند و بعد از وفات هم همسر ایشان باقی بمانند و در بهشت هم که ان شاء الله حتما بنابر روایات شیعه و سنی زنان پاک دامن با مردانی که بهشتی هستند ان شاء الله در بهشت برین هم کنار هم دیگر خواهند بود. ما در هفته گذشته مطالبی رو درباره کلمه اهل و بیت یا به صورت اجتماعی اهل بیت مطرح کردیم که از نظر لغوی اهل یعنی همسر و از نظر آیات قرآن که چندین دلیل بود از آیات قرآن که مطرح کردیم که هم به معنی اهل هست که همسر حضرت ابراهیم، حضرت موسی علیه السلام به کلمه اهل خطاب شده و از دلیل شرعیش بود، از دلیل عرفی هم اینو مطرح کردیم، با دلایل عقلی هم این مطلب رو ثابت کردیم که از دیدگاه قرآن، از دیدگاه زبان عرب، با عرف انسانها و با توجه به عقل بشری اهل یعنی همسر انسان. و مطالب دیگر رو در این زمینه مطرح شد که این تقریبا خلاصه ای هست از اون مطالبی که در هفته گذشته مطرح شد و در این جلسه انشاءالله ادامه مطالب را خواهیم داشت. جزاکم الله خیر. جناب استاد، اگر ما به ادامه بحثمون بپردازیم، قضیه تطهیر، از این آیه رو به عنوان آیه تطهیر مطرح میکنن و میگن که تطهیر در اینجا پاکی از گناهان کبیره و صغیره و از هر گونه اشتباه است. یعنی این تطهیر به معنی این که ائمه اثنی عشر شیعه انسان، ملائکه ای هستند به شکل انسان، چون الله سبحانه و تعالی ملائکه را آفرید که به اونا به اصطلاح این اختیار رو نداده که اونا گناه بکنن. هر امری که الله سبحانه و تعالی امر میکنه اونا انجام میدن بدون چون و چرا، مرتکب گناه نمیشن. وظیفه‌شون دائما اجرای اوامر الله سبحانه و تعالی و تسبیح و ذکر الله سبحانه و تعالی است. اینا از ائمه همینطور یک موجوداتی ساختن
ملائکه هستند در لباس انسان ها، گناه هرگز مرتکب نمیشن، چه صغیره چه کبیره، اختیار مرگ و زندگیشون به دست خودشون هست. و دلیلش، بزرگترین دلیلشون هم برای این ادعا همین آیه تطهیر است. میگن در اینجا این کلمه تطهیر، پاکی، به معنی این است که اینا هرگز مرتکب هیچ گناه و اشتباهی نمیشن، هر کاری هم میکنن درست است. جناب استاد، آیا تطهیر به اون معنایی که شیعه ادعا میکنن واقعا علما این گونه معنی کردن؟ مقصود قرآن کریم از تطهیر این هست که شیعه ادعا میکنن و پیروان خودشون رو علمای شیعه میفریبند توسط این آیه؟ ببینید، اساسا این بحث امامت در مذهب شیعه اساسی ترین مبحث در مباحث اعتقادی هست که در اصول کافی روایت فراوانی هست درباره اهمیت امامت، که روایتی رو که بارها ذکر کردیم که از امام صادق روایت شده که بنی الاسلام علی خمس، که پنج پایه اصول دین رو بیان می کند و آخری رو هم که امامت معرفی می کند و می گوید که ولم یناد بشیء مانودیه للولایتی، برای امامت و برای ولایت به اندازه‌ای تبلیغ شد که برای هیچ یکی از احکام اسلام تبلیغ نشده، نه برای نماز، نه برای زکات، نه برای روزه، نه برای حج، هیچ یکی به اندازه بحث امامت و ولایت ائمه از دیدگاه شیعه تبلیغ نشده. اما واقعا این مباحث اعتقادی به اتفاق شیعه و سنی باید دلایل قطعی و روشنی داشته باشه و کاملا یعنی مطلب و منظور و مرادی که از آیه گرفته می شود یا از دلیل گرفته می شود باید کاملا واضح و آشکار باشد. مانند اینکه درباره واجب بودن و فرض بودن نماز آیات صریحی داریم، در ده ها جا این مطلب در قرآن کریم بیان شده، برای واجب بودن زکات، برای واجب بودن روزه، برای واجب بودن حج، در برای تمام اینها آیات بسیار صریح و روشنی داریم که هیچ یکی از مسلمانان در این باره اندک شک و شبهه‌ای رو ندارند. درباره نبوت رسول الله، درباره توحید، درباره معاد، درباره بسیاری دیگر از مسائل، حتی مسائل فقهی در قرآن کریم که مطرح شده. پس بنابراین لازم هست که برای اثبات امامت باید دلیلی قطعی، صحیح و صریح وجود داشته باشه. مانند دلیلی که مثلا درباره امامت و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار. وقتی که الله تعالی می‌فرمان محمد رسول الله، هیچ جای شک و شبهه‌ای در اینجا باقی نمیاد. لفظ بسیار صریح است، محمد رسول الله، محمد فرستاده و رسول الله متعال هست. در بحث امامت که بنابر اعتقاد شیعه به نیابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم است و در میان نبوت و امامت هیچ تفاوتی وجود ندارد، از این جهت که هر دو تا منصب الهی هستند و هر دوتا قابل خصب نیستند، قابل تغییر نیستند، قابل کسب نیستند، یک مواردی هستند که از جانب الله متعال در واقع ابلاغ شده. مگر ممکن بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو جهل با اون همه قدرت و عظمت و هیبت و شوکت خودش بیاد این نبوت رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم غصب بکنه؟ امکان نداشت. در طول تاریخ حتی یک مورد هم ما نداریم که یکی از فرعون‌های زمان، یکی از قلدران زمان اومده باشه و نبوتی را از پیامبری غصب بکنند. اما این امامتی که به ائمه رسیده که از جانب الله متعال هست، پشتوانش الله متعال و وحی الهی است، اصلا امکان ندارد که امامت و منصب الهی قابل در واقع غصب کردن باشد. اما ما میبینیم که این امامت شیعه در واقع غصب شده و دلیلش برمیگرده به این که این اصل امامت در واقع دلیلی از قرآن و دلیلی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد و این آیاتی و روایاتی که ادعا میشود که اینها درباره امامت ائمه اهل بیت وجود دارند یا درباره ولایت بلا فصلشون هست، هیچ یکی از اینها به صورت صحیح و صریح دلالت بر امامت این بزرگواران نداره. من جمله یکی از این دلایل همین آیه تطهیر هست که ادعا میکنند که اون گونه که هلی در چند مورد از کتاب خودش منهاج الکرامه این روایت رو در واقع ذکر کرده و استدلال می کند هم بر امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حسن و حسین و هم از همین آیه استدلال می کند بر عصمت حضرت علی و بقیه اهل کسا یا اهل عبا. اما ما میبینیم که این آیه در واقع نه دلالت بر امامت دارد و نه دلالت بر عصمت.
حتی یکی از این موارد هم که خدشه‌دار بشود مورد دیگر اثبات نمی‌شود، زیرا که امامت و عصمت ائمه لازم و ملزوم هستند. بنابر اعتقاد خودشیه امام حتما باید معصوم باشد. اگر امام باشد به معنی این است که معصوم هست، اگر معصوم باشد این دلیل امامتش است. هر کدوم از این دو بخش اگر قابل اثبات نباشد و از این آیه فهمیده نشود، به این معنی هست که اصل امامت در واقع زیر سوال رفته. در این آیه که ادعا می شود که آیه تطهیر هست که شما فرمودید و نشونم دادید که این آیه تطهیر نیست، نصف آیه هست که درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. جناب استاد خیلی میبخشید، اگر اجازه بدید به خاطر که اهمیت موضوع آشکار بشه برای بینندگان، دوستان عزیز اگر صفحه مانیتور من رو نشون بدن، جمله‌ای که جناب استاد در شروع صحبتاشون فرمودن به خاطر اینکه اهمیت قضیه امامت رو برای شما ثابت بکنیم، ولم یناد بشه این کما نودیه بالولایه. بله این مطلب در اکثر کتب شیعه اومده، این صفحه رو دوستان عزیز داشته باشن. در شرح اصول کافی مازندرانی جلد 8 صفحه 61، در خود کتاب کافی کلینی جلد 3 صفحه 18، در مستدرک سفینة البحار شیخ علی النمازی شاهرودی جلد 1 صفحه 206، وسائل شیعه از حر آملی جلد 1 صفحه 18، بهار الانوار مجلسی جلد 65 صفحه 330 و بهار الانوار مجلسی جلد 65 صفحه 231، اعمالی شیخ صدوق و همچنین در میزان الحکمه محمد رشعری جلد 4 صفحه 2969 این مطالب اومده. برای نمونه یکیشو باز میکنیم، اصول کافی، در اینجا دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، باب دعایم الاسلام که در اینجا میاد از ابی جعفر علیه السلام میگه که قال بنی الاسلام علی خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. اینجا این ولایت رو میاره، ولم ینادی بشیء کما نودی بالولاية. بازم ما میبینیم تا طوری که استاد فرمودن در قرآن کریم در مورد نماز، در مورد زکات، در مورد روزه، در مورد حج ما آیات صریح و آشکار داریم. بزرگترین دلیل اینا برای ولایت و امامت همین آیه است که اونم نصف یک آیه. بله و این آیه هم همون گونه که همه میفهمند در ابتدای این آیه، آیات قبلش و آیات بعدش درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و از اونجایی که علمای شیعه اون وقتی که به این آیه رسیدن نتونستند از این آیه استدلال بکنند بنابر به امامت یا اسمت ائمه خودشون، زیرا اگر از این آیه استدلال بکنند به معنی این هست، یعنی لازمش این است اون کسانی که آیه دربارهشون نازل شده، یعنی همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونها رو هم باید یا معصوم بدونند یا جزء ائمه خودشون بدونند، زیرا که اولین مورد نزول این آیه درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. و متاسفانه میبینیم که بسیاری از علمای شیعه مانند علامه مجلسی وقتی که نتونستن این توجیه بکنند وجود این آیه را در وسط آیاتی که درباره ازواج مطهرات و همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، یک گزینه دیگری گذاشتند که این شاید جز موارد به اصطلاح تحریف قرآن هست که این آیه را در واقع تحریف کردن، این بخشی از آیه دیگر بوده، جای دیگر بوده، اینو قصدن آوردن وسط آیاتی قرار دادند یا در ضمن آیه قرار دادند که درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، تا اینکه فضیلتی رو برای همسران رسول الله اثبات بکنند. ما اصراری نداریم، هر کدوم این گزینه رو شما انتخاب بکنید برای شما مبارک باشه. اگر حرف مجلسی رو قبول بکنید این آیه رو تحریف کردند در اینجا آوردند یا آیات دیگری در این میان شد بوده که حذف کردن، براتون مبارکه، قول به تحریف قرآن و اعتقاد به تحریف قرآن. یا اینکه معتقد باشید که این آیه جاش همینجا بوده، در زمان رسول الله اینجا بوده و قطعا این گونه بوده، رسول الله این گونه تلاوت می‌فرمودند، اصحاب اینجور تلاوت می‌کردند، حتی در عمر پایان رسول الله صلی الله علیه و سلم با پایان عمرشون حضرت جبریل دو مرتبه قرآن را با ایشان مرور کرد و هر سال می اومد رمضان یک بار مرور می‌کرد و در سال آخر دو بار این قرآن را با همدیگر مرور کردند. به همین ترتیبی که امروزه وجود داره این عقیده اهل سنت و جماعت و مسلمانان هست. اما اگر کسی معتقد بشود که قرآن تحریف شده، ما با اون حرفی
نداریم، معتقد به قرآن، به تحریف قرآن در واقع اصلا مسلمان نیست و کافر هست. و اگر کسی معتقد باشه که این آیه جایش اینجا هست، پس بنابراین اون کسانی که مورد خطاب آیه هستند، اگر از این آیه طهارت ثابت می شود، عصمت ثابت می شود، یا اینکه امامت ثابت می شود، برای تمام این افراد باید ثابت بشود. و گذشته از این ما بریم روی کلماتی که از این کلمات استدلال کردن برای امامت و برای عصمت ائمه اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین. در آیه تطهیر دو کلمه اومده، یکی لفظ تطهیر اومده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مطلب اول اذهاب رجس هست، الله میخواد رجس و پلیدی را از شما دور بکند. و مطلب دوم تطهیر هست، الله متعال میخواهد که شما را تطهیر بکند و پاک بکند. این همین تعبیر در قرآن کریم در جاهای متفاوتی برای انسانهای دیگری و برای مسلمانان غیر معصوم و غیر ائمه هم آمده. اگر واقعا لفظ تطهیر و لفظ اذهاب رجس به معنی عصمت و به معنی امامت هستند، پس هر جایی که کلمه تطهیر آمده باشه، هر جایی که اذهاب رجس در قرآن آمده باشه، باید منظورش همین امامت باشه و عصمت باشه. اما در قرآن ما میبینیم که هیچ کسی نه شیعه این استدلال رو کرده و تونسته که اینو قبول بکنه و که باید قبول بکنن بنابر منطق خودشون، و نه اهل سنت هم چنین ادعایی رو کردن. به طور مثال الله متعال در سوره انفال آیه 11 درباره مسلمانانی که اهل بدر بودند، در بدر شرکت کرده بودند، که همه میدونید که 313 نفر بودند، الله متعال در این باره میفرماید و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله متعال در اون زمان و در اون لحظه بر شما بارانی رو نازل کرد، آبی رو نازل کرد، لیطهرکم بهی، تا اینکه شما را پاکیزه بکند، و یذهب عنکم رجز الشیطان، و تا اینکه پلیدی شیطان را، آلودگی شیطان را از شما بزداید و دور بکند، و لیربط علی قلوبکم، تا اینکه قلبهای شما را مستحکم نگه دارد و استوار نگه دارد، و یثبت به الاقدام، تا اینکه شما در اونجا در واقع استوار باقی بمانید و ثابت قدم بمانید. این آیه را الله متعال با همون تعبیراتی که در آیه تطهیر بنابر ادعای آخایون درباره ائمه شیعه آمده، این آیه با همون تعبیرها برای اهل بدر در اینجا در واقع آمده. دو تا تعبیر، لیطهرکم بهی، تا اینکه شما را تطهیر بکند با این آب. دوم اینکه یذهب عنکم رجز شیطان، که رجز شیطان رو از شما دور بکند. رجز و رجز در فرهنگ قرآنی هر دوتا به یک معنی هست و از نظر لغوی هم یک معنی رو دارن. پس بنابراین اگر تطهیر کردن از جانب خدا، در اینجا هم اومده همون اراده تطهیر هست، الله متعال آب رو نازل کرده، باران رو نازل کرده، تا اینکه شما رو پاک بکند و اون پلیدی شیطان رو و رجز شیطان رو از شما دور بکند. اضافه بر این میبینیم که الله متعال در این یک تأکیدات بیشتری رو آورده، یک هدایای بیشتری رو در واقع به مسلمانان داره که در آیه تطهیر وجود نداره. به طور مثال در اینجا اومده ولیار بت علی قلوبکم، قلبهای شما رو مستحکم نگه دارد و استوار نگه دارد، و یثبت به الاقدام، و پاهای شما رو هم استوار بگرداند. پس بنابراین انسانهایی که قلوبشون و پاهایشون و جسمشون استوار باشه بر راه حق، بر راه حقیقت، بر راه جهاد، اونها در واقع درجه بالاتری رو دارن. اما از اون جایی که اهل سنت و الجماعت واقعا واقع بین هستن، زبان عربی زبان واضح و آشکاری هست، کلمه تطهیر در تمام قوامیس و فرهنگ لغت ها ترجمه شده که به چه معنی هست، و لفظ رجس یا اذهاب رجس هم تعبیر شده و ترجمه شده که این به چه معنی هست، و هیچ کسی چنین استدلالی رو در واقع نکرده. و اضافه بر این، این تطهیر یک حکمی هست که الله متعال برای تمام مسلمانان اینو قرار داده، نه در این حالت و نه در برای مخصوص اهل بیت باشه، برای کسانی که در حالت جنابت هستند الله متعال حکمش اینه فتطهرو، خودتان را کاملا پاک بکنید، خوب پاک بکنید. درباره در مسجد قبا و مسلمانانی که در مسجد قبا نماز میخوندند اومده که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مردانی هست در این مسجد قبا
خوبا و مسلمانانی هست که میخواهند که پاکیزه بشوند، با تأکید اومده که یعنی بسیار پاکیزه بشوند. پس بنابراین این پاکیزگی همون گونه که برای اهل بیت در این آیه اومده، برای اصحاب دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و اراده تطهیر از جانب الله متعال هم برای اهل بیت ثابت هست و هم برای بقیه انسانها. به طور مثال در آیه دیگر، در آیه توبه، آیه 103 سوره توبه، الله متعال درباره کسانی که گناه انجام دادند، یکی که کارهای گناهی انجام دادند، کارهای ثوابی را انجام دادند و آیه گناهان و اعمال صالحشون آمیخته به هم هست، در بعد از این که مطلب رو بیان میکند، الله متعال میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. ای محمد، تو از اموال آنها صدقه بگیر، زکاتی بگیر از اموال آنها که تا این بدین وسیله خودشان را پاکیزه بکنی، تطهرهم و تزکیهم بها، تا اینکه خودشان را پاک بکنی و تزکیه بکنید. و درباره باز هم که بحث اراده هست در آیه تطهیر، بحث یورید الله آمده بود در آیه در سوره مائده، باز هم میبینیم که همین تعبیر یورید الله رو هم الله متعال دارد که درباره تمام مسلمانان الله متعال میفرماد ما یورید الله لیجعل علیکم من حرج. الله متعال با احکامی که در واقع برای شما وضع کرده، نمیخواد شما رو به زحمت بیاندازد، شما در سختی. آیه 6 سوره مائده، الله متعال نمیخواد شما در حرج و در زحمت و مشقت و سختی بیفتید. ولکن یرید لیطهرکم، ولکن برای استدراک است، یرید همون اراده ای که در آیه تطهیر اومده در اینجا هم اومده، یرید لیطهرکم با تاکید لام در اینجا اومده که قطعا شما را تطهیر بکند و اضافه بر آن ولیتم نعمته علیکم، و نعمت خودش را بر شما کامل بکند. هم تطهیر هست و هم اتمام نعمت، که این اتمام نعمت در آیه تطهیر در واقع وجود نداشت. و همچنین در آیات بسیار متعدد دیگری رو ما هم داریم که به طور مثال الله متعال درباره منافقین و یهود درباره در سوره مائده آیه 100 و آیه 41 می‌فرماید که اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، یعنی مسلمانان را جدا کرده الله متعال و منافقین و یهود را جدا کرده. درباره منافقین و یهودی ها الله متعال می فرماید اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، این منافقان و یهودیان کسانی هستند که الله متعال اراده ندارد، اراده نکرده که قلبهای اونها را در واقع تطهیر بکند. آیه 41 سوره مائده، الله متعال نمیخواهد که قلبهای اینها را در واقع تطهیر بکند، یعنی این که قلبهای بقیه مسلمانان را الله متعال تطهیر میکند، همون گونه که در آیه قبل من عرض کردم که الله متعال میفرماید ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. پس بنابراین از این کلمه تطهیر به هیچ عنوان نمیشود که امامت را استنباط کرد یا این که عصمت ائمه را در واقع استدلال کرد. جزاکم الله خیر. جناب استاد، میان برنامه کوتاه با هم میبینیم و با ادامه بحث انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید بینندگان عزیز و گرامی، بعد از چند ثانیه انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وصال حق، ندای حقیقت. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. جناب استاد، معنی تطهیر رو متوجه شدیم که علمای شیعه و مراجع شیعه با تلبیس و دروغ و خیانت میخوان به زور تطهیر رو به عصمت معنی بکنن و بارها گفتیم و بازم تکرار میکنیم این دروغ به نام امامت ساختن و میخوان به این یک شاخ و برگی بدن که غیر از دروغ های دیگه نمیتونن چیز دیگری درست بکنن. جالب اینجا هست که من دیروز وقتی که یکی از کتاب های به اسلام آیاتشون و آیت الله میلانی رو مطالعه میکنم درباره تطهیر نوشته بود، یک مطلبی آورده بود که واقعا برای من جای تعجب بود.
در اونجا یک این بود مطلبش که عقیده عصمت ائمه برای ما یک عقیده قطعی و 100% هست که به هیچ عنوان قابل رد نیست. و جالب اینجاست که عقیده عصمت رو دلیل و مدرکش چنین آیات ناگویایی هستند که از این آیات نمیشود که استدلال کرد بر عصمت ائمه. در اونجا یک مطلبی رو آورده بود که گفت ادعا کرده بود که پس بنابر این چون که عقیده عصمت نزد ما یک عقیده قطعی و 100% هست، پس بنابراین تمام آیاتی که مخالف این عقیده هستند باید تأویل بشند. این اول عقیده رو انتخاب کردن، قطع نظر از آیات، وقتی دیدن با آیات قرآن متضاد هست، سازگاری ندارن آیات قرآن با چنین اعتقادی، پس این به این نتیجه رسیده باید آیاتی که درباره این هستند که ائمه یا این که پیامبران معصوم نیستند، معصوم از خطا و اشتباه و نسیان و گناه صغیره و کبیره، پس بنابراین این آیات رو باید توجیه بکنیم. این واقعا همین حرف شماست که یک دروغی به نام امامت ساختن و مجبور هستند برای توجیه هر مطلبی و هر جزئیه از جزئیات امامت یک دروغ دیگری رو بسازن تا اینکه دروغ اول رو در واقع توجیه بکنن. بله، این مسئله که ذکر کردید از عنایت الله، یاد یک بحثی افتادم در مورد شرح نهج البلاغه بحث می‌کردم. یکی از مراجع شیعه لبنان در شرح نهج البلاغه میاد میگه که حالا بعضی از روایت‌هایی که در نهج البلاغه وجود دارد و مدح صحابه در آن هست، ما این روایات رو نمیتونیم قبول بکنیم چون که در مخالفت با مذهب ما هست. یعنی حتی حاضرن که حرف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو در جایی که مخالف با عقیده باطلشون باشه رد کنن. جناب استاد، کلمه دیگری که در این آیه جلب توجه میکنه و در این آیات دیگری هم که شما ذکر کردید، قضیه آیه 11 سوره انفال و بقیه آیات، کلمه رجس هست. کلمه رجس هم در قرآن فقط به معنی یعنی دوری از پاکی از عصمت اومده یا نه معانی دیگری هم داره؟ کمی توضیح اگر در این مورد. نه در قرآن و نه در لغت عرب در هیچ جا رجز به معنی امام، یعنی اذهاب رجز به معنی اثبات امامت یا دلیل بر عصمت در واقع نیست. در فرهنگ قرآنی اونگونه که راغب اصفهانی در کتاب معروفی که درباره کلمات القرآن و مفردات القرآن نوشته، اونجا رجس اینجور به این گونه تعبیر کرده که الرجس القذر الشیء القذر، رجس یعنی یک چیز پلید، هر چیزی که پلید باشه، ناپاک باشه بهش میگن که رجس. مثلا گفته میشه که رجلون رجسون، مرد پلید، یا رجالون ارجاس، مردان پلید. این کلمه رجس به معنی به اصطلاح پلیدی هست، منتها این کلمه را که در زبان قرآن اومده باید از زبان قرآن اینو بفهمیم. آیات دیگر قرآن که کلمه رجس در اونها به کار برده شده نگاه بکنید که به چه معنی اومده در احادیث رسول الله و در فرهنگ زبان عربی به چه معنی هست و از دیدگاه ائمه اهل بیت رجس یعنی چی. اگر واقعا در فرهنگ قرآن و در فرهنگ زبان عربی و از دیدگاه رسول الله و ائمه کلمه رجس به معنی اثبات عصمت و طهارت بود، پس بنابراین حرفی نیست. اما اگر خلاف این ثابت شد از قرآن و از حدیث رسول الله و ائمه اهل بیت، پس بنابراین همون چیزی رو که الله و رسول الله و ائمه میفرمایند اونو باید قبول بکنیم. این کلمه رجس از دیدگاه به اصطلاح زبان عربی بود که معنیش رو عرض کردم. در قرآن کریم ما میبینیم که آیات، یعنی این کلمه رجس در جاهای متفاوتی از قرآن ذکر شده. به طور مثال سوره انعام آیه 125 الله متعال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، الله متعال رجس بر کسانی میگذارد که ایمان نمی آورند. رجس مخصوص کسانی هست که ایمان نمی آورند. و جالب هست در تفسیر صافی وقتی که من این آیه را نگاه می کردم تفسیرش را، در اونجا یک روایتی را دارد از امام جعفر صادق در تفسیر همین آیه که می فرماید که الرجس هو شک، رجس به معنی شک هست. روایت دیگری هم هست درباره خود آیه تحتیر که انشاءالله من از عقیده اهل بیت و گفتار اهل بیت معنی رجس رو انشاءالله عرض خواهم کرد. در جای دیگری الله متعال در این آیه فرمودند که الله متعال رجس رو بر کسانی قرار میدهد که ایمان نمی آورند. مفهوم مخالفش این است که یعنی مؤمنان از رجس و پلیدی دور هستند. در آیه دیگری در سوره یونس آیه 100 الله متعال می فرماید و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن
الله، هر کسی که ایمان می آورد به اذن و اراده الله متعال است. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، الله متعال رجز و فلیدی را بر کسانی قرار می دهد که اهل خرد و اهل اندیشه و تعقل نیستند. بازم در اینجا می بینیم که رجز را در برابر برای کسانی قرار داده که اهل خرد نیستند و در واقع اهل درک نیستند. در آیه دیگری در سوره توبه در آیه 125 اگر اشتباه نکنم، الله متعال می فرماید و اما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا الى رجسهم، اون کسانی که در قلبشون رجس هست، در قلبشون کفر و نفاق و پلیدی هست، الله متعال رجس اونها را، پلیدی اونها را در واقع بیشتر می کند. و همه می دونن درباره مواردی هست در قرآن کریم که به عنوان رجس مطرح شدن، مانند لحم خنزیر او لحم خنزیر فإنه رجس، که این تعبیر شده که لحم خنزیر، گوشت خنزیر در واقع رجس است، در سوره انعام آیه 145. و تمام فقها اتفاق نظر دارند بر این که لحم خنزیر و گوشت خنزیر، چون که الله متعال به این گفته که فإنه رجس، همه میگن یعنی این که ناپاک هست و در واقع حرام هست گوشتش. حتی هیچ یکی از ائمه مسلمانان و هیچ مسلمانی معتقد به حلال بودن گوشت خوک در واقع نیست. تمام اینها گزیده هایی است از این که الله متعال رجس در مقابل ایمان قرار داده. کسانی که ایمان ندارند اهل رجسند، کسانی که اهل تعقل و تدبر نیستند اهل رجس هستند، اونهایی که در قلبشون رجس هست و پلیدی کفر و نفاق هست، الله متعال کفر و نفاقشون را می افزاید. و رجس مخصوص اون چیزهایی است که در قرآن از لام و در واقع لحم خنزیری که به صورت رجس الله متعال اونها را یاد کرده. جزاكم الله خير. جناب استاد، اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تاج سر هر مسلمانی هستن، اونا چه تفسیری از کلمه رجس داشتن؟ آیا همین تفسیر و تعبیری که شیعه امروز از رجس میکنن اونا همین تفسیر رو داشتن یا خیر؟ متاسفانه من با این جمله که شما فرمودید که اهل بیت تاج سر و سرور تمام مسلمانان هستن، من موافق نیستم، زیرا که بسیاری از کسانی که ادعای مسلمانی می کنند اهل بیت فقط ابزاری برایشون هستند، ابزاری برای سیر کردن شکمشون، ابزاری هستند برای به بردگی کشاندن مردم که از ناموسشان استفاده بکنند، از مالشون استفاده بکنند و از این پله و پا رو روی شانه اهل بیت بگذارند و به مناسب دنیوی و مقاصد دنیوی خودشان برسند. اگر واقعا مسلمانانی که به عنوان شیعه یا رافضی ادعای محبت اهل بیت رو میکنند، باید تابع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم می شدند. و یکی از ادعاهایی که شیعه می کنند و روافض همیشه این ادعا رو می کنند در مقابل اهل سنت و الجماعت، ما مذهب خودمان را از اهل بیت رسول الله می گیریم، یا این که به اصطلاح به عوام خودشون همیشه این گوش زد می کنند. و این تعبیر در ایران یک تعبیر بسیار جوافتادی هست که قرآن را فقط اهل بیت باید تفسیر بکند، ائمه هستند که قرآن رو میفهمند، شما که قرآن رو نمیفهمید، شما اهل قرآن نیستید. این قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و هزار لایه دارد که هر کسی این قرآن رو نمیفهمد، باید اهل بیت بگند که قرآن چی میگه. خب ما همین دعوت رو داریم برای به تمام شیعیان و به آخوندها و آیاتشون و حجتشون و عموم شیعه، ما میگیم که برای تفسیر آیه تطهیر بر بگردید به اقوال ائمه اهل بیت، ببینید که ائمه شما در باره آیه تطهیر چه تفسیری کردن. من برمیگردم به کتابهای چند مورد رو من از چندین امام از ائمه شیعه در اینجا در واقع نقل کردم، که هم از امام جعفر صادق، هم از پدرش امام باقر، و هم از امام سجاد، و هم از حضرت امام حسن مجتبی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، که تمام اینها هیچ یکی از اینها رجس را به اذهاب رجس را به معنی اسمت تعبیر نکردن، بلکه یک تعبیر دیگری دارن. به طور مثال در کتاب اصول کافی جلد یک بابی رو داره، در صفحه 286 بابی دارد به نام ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه علیهم السلام واحدا فواحدا،
که الله متعال نص کرده، در واقع با تصریحا بیان کرده ائمه را که یکی از بعد از دیگری چه کسی می آید. در این باب اولین روایتی که دارد از علی ابن ابراهیم، این روایت هم با سند خودش روایت کرده، قال سألت ابا عبدالله، که ابو بصیر می آید من از ابو عبدالله سوال کردم، که حدیث اول این باب هست. و جمله‌ای که در اینجا هست در حدیث اول این باب تعبیر جالبی رو دارند امام ابو عبدالله امام جعفر صادق درباره همین آیه‌ای که در اینجا مطرح است. آیه این حدیث بسیار طولانی هست، تقریبا دو صفحه هست، یک و نیم صفحه هست این حدیث و روایت، و درباره همین آیه به اصطلاح تطهیر رو در اینجا آورده و استدلال میکند که در این آیه درباره امامت ائمه که در این مذکر کرده، حدیث اولش، حدیث ترس. اول که علی ابن ابراهیم این آورده و این ابو بصیر روایت میکند از ابو عبدالله. در آخر این روایت، در آخر این روایت که در ابتداش میگوید این آیه نازل شده که در صفحه جلد 1 صفحه 287 در اینجا میفرماید که انزل فی کتابی تصدیقا لنبیه، که الله متعال در قرآن خودش این برای تصدیق پیامبر این آیه رو نازل کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد توضیح میگوید فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمه فادخلهم رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت الکساء الى آخر، که حدیث کساء را توضیح میدن. در آخر این روایت ما میبینیم که امام جعفر صادق این رجس را تفسیر کرده برای ما که رجس یعنی چی. رجسی که الله متعال گفته که من میخوام این رجس رو از اهل بیت دور بکنم، این رجس یعنی چی. وقال الرجس هو الشک، وقال الرجس هو الشك، آخر این روایت هست. وقال الرجس هو الشك والله لا نشك في ربنا ابدا. میگوید که رجسی که در آیه تطهیر آمده و در این آیه که من خدمت شما قرائت کردم و از زبان امام جعفر صادق هست، در آخر میفرماید که و اینو میفرماد وقال الرجس هو الشک، رجس و پلیدی که در اینجا آمده به معنی شک است. والله لا نشک فی ربنا احدا، قسم به خدا ما درباره پروردگار خودمون اصلا و هرگز شک نداریم. خب این تفسیر اهل بیت هست، تفسیر امام جعفر صادق هست. و در این آیه که جالب اینجا هست که در بحث اثبات امامت آورده، از این آیه امام جعفر صادق نگفته که ما معصوم هستیم. من اینو به عنوان یک تحدی عرض میکنم که بیارند اون کسانی که ادعای عصمت میکنند در تفسیر همین آیه، در تفسیر آیه تطهیر، از یکی از ائمه اثنی عشر، از یکی از ائمه اثنی عشر یا از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حدیث صحیح بیاورید که این بزرگان از این آیه برای امامت یا برای اثبات اسمت خودشون استدلال کرده باشند. یک روایت بیارند که ائمهشون از آیه تطهیر برای اسمت خودشون استدلال کرده باشند. برعکسش هست. در اینجا امام ابو عبدالله میفرماید که رجسی که در اینجا آمده شک هست و ما به پروردگار خودمون شک نداریم. یعنی اذهاب رجس یعنی این که الله متعال ائمه خودش را یا اهل بیت خودش را، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را از شک کردن و تردید داشتن درباره پروردگار حفاظت کرده. آیا این به معنی اسمت هست؟ این یک امامی نیست. کاش که یک امامی بود ائمه دیگه نظر دیگری داشتن. به طور مثال من از چندین امام این مطلب را دوباره خدمت شما نقل خواهم کرد. در کتاب بحار الانوار و در این کتاب جلد دهمش، جلد دهم این کتاب و صفحه 140، جلد ده صفحه 140، در اینجا یک بابی رو داره که من باب نهم هست. در اینجا مناظرات الحسن والحسین صلوات الله علیهما و احتجاجاتهما، این باب در بحار الانوار هست در جلد دهم و اصل این باب در صفحه 130 هست، جلد 110. و مطلبی که من میخوام بهش اشاره بکنم در جلد 10 صفحه 140 هست و روایت شماره 5، و روایت شماره 5 که این روایت رو در واقع نقل کرده اینجا از مفضل و تا آخر این روایت، وقتی که از عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علی ابن الحسین، این روایت از جعفر هست، جعفر ابن محمد
که امام جعفر صادق هست، ان ابیه، این روایت رو از امام باقر نقل کرده، ان جده، از جد بزرگوارش که علی ابن حسین هست علیهم السلام، قال لما اجمع الحسن ابن علی علیه السلام على صلح معاویه، زمانی که حسن ابن علی تصمیم گرفت برای در واقع صلح با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه، معاویه بهش گفت بلند بشو یه خطبه بخوان و اعلام بکن که حق خودت را به من دادی. در ادامه میگه که قم یا حسن، فقام الحسن فخطب فقال، امام حسن علیه السلام میگه که در اینجا اومده، میگه بلند شد و خطبه ای را خوان در میان مردم. ابتدای خطبهش این بود که الحمدلله المستحمد بالآلاء و تتابع نعماء وصارف الشدائد والبلاء عند الفهماء وغير الفهماء الى اخر، که این ابتدای خطبه هست. در پاراگراف دوم این خطبه میگوید که واقول معشر الخلائق، من به شما میگویم ای معشر و ای جمع خلائق، فاسمعوا بشنوید، ولکم افئده و اسماع فعو، شما قلب دارید، شما گوش دارید، پس توجه بکنید و دقت بکنید به حرفای ما. انا اهل بیت اکرمنا الله بالاسلام، ما اهل بیتی هستیم که الله متعال ما را به اسلام اکرام کرده، یعنی ما را افتخار داده به اسلام. و اختارنا و اصطفانا و اجتبانا، و الله متعال ما را برگزیده و انتخاب کرده و از دیگران ما را متمایز کرده و ما را در واقع انتخاب کرده از میان دیگران. فاذهب عنا الرجس و طهرنا تطهیرا، همین تعبیری که در آیه تطهیر است، الله متعال رجس را از ما دور کرده و طهر ما را تطهیر و ما را کاملا تطهیر کرده و ما را پاک کرده. و در ادامه می‌فرماید و رجس هو شک، و رجس یعنی شک، فلا نشک فی الله الحق و دینه ابدا، ما اهل بیت هیچ وقت در اللهی که حق و حقیقت است و دین الله هرگز ما شک و تردیدی را نداریم. امام حسن این خطبه را خوانده و امام جعفر صادق از آبای خود جعفر، از امام باقر، امام باقر از امام زین العابدین و امام زین العابدین از حضرت امام، این امام حسن این را روایت می‌کنند. پس بنابراین چهار نفر از ائمه شیعه بل اتفاق در اینجا اومدند و فرمودند که اینو تایید کردند که فاذهب عنا الرجس و طهرنا تطهیرا، الله متعال رجس رو از ما برده و ما را کامل الان پاک کرده. منتها رجسی چی هست؟ و رجس هو شک، رجس به معنی شک هست. فلا نشک فی الله الحق و دینه، ما هیچگاه درباره دین الله و الله متعال ما در واقع شکی رو نداریم. سلام علیکم جناب استاد، اگر اینو اجازه بدید دوستان ببینن، این مکتبت الشیعه بحار الانوار علامه مجلسی جلد 10 صفحه 139 و 140، چون این خطبه از طولانی در دو صفحه است، در صفحه 139 در قسمت آخر صفحه، در اینجا انا اهل بیت اکرمنا الله بالاسلام و اختارنا و اصطفانا و اجتبانا و اذهب عنا الرجس و طهرنا تطهیرا، و الرجس هو الشک، فلا نشک فی الله الحق و دینه ابدا. اینجا این تفسیر امام هست از کلمه تطهیر و رجس، که رجس شک تعریف شده یا تفسیر شده، و در ادامه برای تاکید می‌فرمایند که فلا نشک فی الله ابدا. تشکر می‌کنم از دوستان عزیز در اتاق فرمان. جناب استاد، این مطلبی که فرمودید در جاهای دیگه هم ذکر شده، اگر اجازه بدید من اینو بخونم برای بینندگان. دوستان عزیز در اتاق فرمان نشون بدن، در کتاب اهل بیت فی کتاب و سنه از رای شعری، در جلد 62 صفحه 144، جلد 35 صفحه 165، جلد 69 صفحه 154، در جلد 25 صفحه 208، صفحه 212 و در جلد 10 صفحه 139 رو که براتون خوندم این مطلب اومده. بفرمایید جناب. من فقط به خاطر اینکه تاکید بکنم که این مطلب اونگونه که من عرض کردم از چهار نفر از ائمه شیعه اومده،
چهار امام معصوم این مطلب را بیان کردند که رجس به معنی شک در دین هست، شک در الله متعال هست و ما را الله متعال از شک پاک کرده. اگر شیعه واقعا پیرو اهل بیت هست پس این قبول بکنند. پس بنابراین آیه تطهیر به معنی امامت و عصمت نیست، بنابر تصریح صریح ائمهشون نه تنها یک امام بلکه چهار نفر از ائمه بزرگوارشون. اما اگر بنابر قول آیت الله میلانی خودشون عقیده رو انتخاب کردن، میخوان آیات قرآن رو تحریف بکنن اون گونه که مجلسی گفته، یا میخوان که اقوال ائمهشون رو به دیوار بزنن، این برمیگرده به صداقت خودشون در ادعای پیروی از اهل بیت و تشیع. ما در این زمینه حرفی رو ندارین. اما اگر واقعا شیعه هستن پیرو اهل بیت هستن، از دو گزینه یکی رو باید انتخاب بکنن. یک، این حرفی رو که ائمه در اینجا زدند قبول بکنن. پس بنابراین امامت و وصایت و عصمت کلا زیر سوال میره. این ساخته و پرداخته ابن سبأ یهودی هست و بقیه پیروانش. این یک مطلب. مطلب دوم اونی که من قبلا عرض کردم، بیایند از کتابهای صحیحشون، از این اصول کافیشون که بهترین کتابشون هست، یا اگر کتابی بالاتر از این دارند و به اصطلاح اونو پنهانش کردن برای خودشون، این افسش کردن، بیارن برای ما ثابت بکنند که ائمه شیعه اذهاب رجس را به معنی عصمت اینو تفسیر کرده باشند. وگرنه باید این تفسیر اهل بیت رو باید قبول بکنم. من همین روایتی رو که در اینجا از ابی عبدالله اومده بود در اصول کافی با یک سند، من میخوام این مطلب رو عرض بکنم که این مطلب از چند امام اومده، از امام باقر، از امام جعفر، از امام زین العابدین و از حضرت حسن مجتبی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، از چهار امام اومده و از طرق مختلف اومده. اینطوری نیست که در تمام این روایت فقط سند یکی باشه. به طور مثال در کتاب اصول کافی سندش این است، من سند رو میخونم، همون روایتی قبلا شما نشون دادیم. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد ابی سعید عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابی مسکان عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله. این روایتی هست که در اصول کافی هست و روایت اول باب هست، اون گونه که قبلا هم نشون دادیم که روایات اول باب جز صحیح ترین روایات هست. من این مطلب رو اگر اجازه بدید دوباره خدمت بینندگان عزیز اینو اشاره بکنم که این در اصول کافی در همین جلدش و که در ابتدای کتاب اینو آورده بود که صحیح ترین کتاب این هست که در صفحه 29 همین کتاب میفرماید که و مما یعلم فی هذا المقام نقلا عن بعض محققین الاعلام، بعضی از محققین بزرگوار و اعلام ما، استوانهای ما اینو فرمودن، اینه که ان من طریقه الکلینی وضع الاحادیث المخرجتی، طریقه و روش کلینی در این کتابش این است که احادیثی رو که تخریج میکند اینها رو بر اساس ابواب میگذارد، علی ترتیب به حسب صحت و الوضوع، که بر اساس صحت و وضوع این روایات رو در این کتاب خودش جمع‌آوری کرده. هر بابی روایت صحیح‌تر اولین روایت هست و لذلک احادیث و اواخر الابواب فی الاغلب لا تخلو من اجمال و خفا. بین خاطر هست که روایات آخر ابواب اصول کافی از اجمال و از خفا خالی نیست. خب این روایت روایت اول باب بود با سندش که من خدمت شما اینو عرض کردم. در کتاب بحار الانوار یک روایت دیگری آورده از کتاب معانی الاخبار، این نقلش کرده از معانی الاخبار، اگر اشتباه نکنم فکر کنم مال شیخ صدوق باشه. این روایت پنجم هست، باب پنجم در جلد 35 این کتاب صفحه 208، جلد 35 بحار الانوار صفحه 208 بابی رو داره به عنوان باب 5 درباره آیه تطهیر است، آیت تطهیر. در این باب در روایت پنجم، در روایت پنجم علامت زده میم عین یعنی معانی الاخبار، ابی یا ابی و ابن الولید معن، ابی و ابن الولید با هم اینو روایت کردن، عن الحمیری عن ابن ابی الخطاب عن نظر ابن شعیب عن عبد الغفار الجازی عن ابی عبدالله. میبینیم که سند این روایت با سندی که در اصول کافی بود کاملا با هم دیگر متفاوتن. یعنی این مطلب را افراد زیادی از ابو عبدالله نقل کردن. اون روایتی در اصول کافی از ابو بصیر بود و این روایتی که در اینجا هست عبدالغفار جازی اینو
روایت کرد از امام ابو عبدالله. پس بنابراین با سندهای متفاوت و از ائمه متفاوت، چهار نفر از ائمه شیعه نقل شده که رجسی که در آیه تطهیر آمده این به معنی اذهاب رجس است. در اینجا این روایت این است، من این روایت رو خدمت بینندگان عزیز بخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، که ابی عبدالله در تفسیر این آیه گفته، یعنی این احتمال هم نیست و راه فراری هم ندارند که اینو توجیه بکنه. خب یک حرفی زده امام ابو عبدالله، جای دیگه گفته، منظورش چیزی دیگه بوده، نه تفسیر آیه. صراحتا آورده فی قول الله عز و جل درباره تفسیر این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، قال الرجس هو الشک. رجس به معنی شک هست که در روایت اصول کافی و در روایت دیگری که از بهار الانوار خوندم و خطبه امام حسن رضی الله تعالی در اونجا آمده بود که والله لا نشک فی ربنا ابدا، ما هرگز در رب خودمون و در پروردگار خودمون شکی نداریم. اون چیزی را که بنابر تفسیر ائمه اهل بیت از آیه تطهیر فهمیده می شود این است که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از تردد و شک و دودلی درباره دین، درباره مسائل دینی، درباره پروردگار دچار عصمت بودند، یعنی پاک بودند از این که شک و تردیدی رو داشته باشند در مورد پروردگار خودشون. و قطعا شک و تردید در مورد پروردگار و در مورد دین یک کفری هست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این کفر و شرک در مقام بسیار بالاتری هستند. و ما معتقد هستیم که بهترین مسلمانان اهل بیت رسول الله هستند، در کنار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون کسانی که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، رسول الله ایشان رو تربیت می‌کرده و همیشه اعمالش اون زیر نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر اشتباهی می‌کردند اونها رو در واقع گوش زد می‌کرده، اگر گناهی انجام می‌دادند اونها رو تطهیر می‌کرده. زیر در بسیار از موارد داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا کسی رو که زنا کرده بود رنج می‌کردند، اگر کسی هم گناهی مرتکب شده باشه از میان اصحاب رسول الله و مجازات شرعی و حد شرعی بر اون باشه، رسول الله اون حد شرعی رو بر اون هم اجرا میکردن. پس بنابراین دست پروردگان رسول الله، تربیت یافتگان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین انسان ها هستن. و جالب اینجا هست که شما یک نکته رو من میخوام اشاره بکنم، در میان تمام معلم های بشریت، تمام معلم های بشریت شما نگاه بکنید که موفق ترین انسان چه کسی بوده. ما قبلا اینو نقل کردیم که اگر از یهود بپرسید میگه بهترین انسان ها شاگردان موسی هستند، مسیحی ها بهترین انسان هاشون حواریان عیسی هستند. از هر مکتبی شما، از همین انقلاب ایران مثلا بپرسید که بهترین افراد شما کی هستند، یاران امام هستند. این یاران امام به عنوان یک اصطلاح باقی مانده در ایران. پس وقتی که یاران امام بهترین، اون کسانی که همراهش بودند بهترین همراهش بودند، اون کسانی که به رئیس حزب و رئیس حکومت و رئیس و یک تشکیلاتی نزدیکتر هستند اونها بهترین افراد هستند. خب پس چرا در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم شیعه برخلاف عقل و نقل عمل میکنند؟ عقل میگوید کسی که نزدیکتر هست، مقربتر هست، بیشتر مورد تفقد قرار گرفته، بیشتر در خدمت استاد بوده، استاد بیشتر بنابر دستور الله متعال که و یزکیهم، که الله متعال وظیفه داشت که اصحاب را تزکیه بکند، خب بنابراین باید بیشترین درجه تزکیه را، احسان را و نیکوکاری را باید داشته باشند. و قطعا این گونه هست. ما معتقد هستیم، یعنی یک دو دیدگاه متفاوت وجود داره کاملا. اهل سنت و الجماعت معتقد هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم معلم بشریت است، موفق ترین انبیا بوده در زمان، یعنی به صورت کلی، و مجاهدت هایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بیشتر از تمام مجاهدت های انبیا گذشته هستند. شاگردان و آثار دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از بقیه هستند، که در روایت شیعه و سنی وجود داره که اصحاب رسول الله و پیروان رسول الله در بهشت بیشتر از تمام انبیا گذشته هستند. اهل سنت و الجماعت معتقد هستند که بهترین انسان ها بعد از انبیا اونهایی هستند که پیامبران اونها را تزکیه کردند، اونها را تربیت کردند، که کسی نیستند به جز اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما شیعه چی میگن؟ بدترین انسان ها بعد از انبیا علل اطلاق اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر بخواند کسی را فحش بدن، نام یکی از اصحاب میگن، میگه فلانی مثلا،
این یک فحش شده در ایران، اون ایرانی که از قرآن الله متعال، از کلام الهی دورند، از احادیث رسول الله دورند، از گفتار و روش و سیره اهل بیت رسول الله، اهل بیت در واقع دور هستند و حتی از عقل بشری هم دور هستند. عقل خودشون رو کاملا گذاشتن در اختیار یک آخوند، شاید هم از نظر به اصطلاح سوادم چندان سوادی نداشته باشه، چند تا روزه که میخواند تمام مردم آمنا و سلمنا و مطالبی که در روزه ها و روزخانی ها گفته می شود میبینیم که واقعا مطالبی هست که انسان عاقل نمیتونه آنها را قبول بکنه، اما اینها را تخدیر میکنند، بیهوش میکنند به گونه ای که اینها را قبول میکنند. قرآن را کنار گذاشتند، سنت پیامبر را کنار گذاشتند، احادیث اهل بیت را که من چندین مورد رو درباره آیه تطهیر بیان کردم اینها را کنار گذاشتند، عقل خودشون هم کنار گذاشتند، هر چی اخوند بگه درسته، خدا اشتباه گفته، پیامبر اشتباه گفته، ائمه اشتباه گفتن و عقل ما هم اشتباه میگه، هر که آخوند بگه اون در واقع راست است. من نمیدونم این اثبات امامت و عصمت از آیه تطهیر با چه منطقی هست، متضاد با آیات قرآن، سنت رسول الله، گفتار اهل بیت رسول الله، مخالف با در واقع زبان عربی، فرهنگ زبان عربی و مخالف با برداشت انسانها از این زبان هست، اما باز هم آقایون ادعا دارند که این آیه دلیل عصمت و طهارت و امامت ائمه اهل بیت است. جزاکم الله خیر. جناب استاد، در برنامه امشب دوست داریم که بینندگان عزیزم اگر سوالاتی داشته باشن در مورد موضوعاتی که مطرح شد بیان بکنن. من دو موضوع دیگه مونده، آیا وقت داریم این رو حدود 25 دقیقه از برنامه مونده که به شکل مختصر بیان بکنیم یا محول بکنیم به هفته آینده؟ اهل بیت از دیدگاه اهل بیت، همونطور که رجس و تطهیر، بینندگان عزیز مشارکتی داشته باشند، زیرا که مطالبی که در این برنامه ها ما خدمت بینندگان ارائه میدیم مستند از کتاب های شیعه هست. من دوست دارم که حداقل یک نفر که اهل علم باشه نقد بکنه، اگر اشتباهی گفتیم اصلاح بکنه و اگر واقعا راست هست، یعنی قابل قبول هست، اینو قبول بکنند و به هر صورت اظهار نظر بکنن و این به نظر من بهتر هست. بله، جزاکم الله خیر. پس قضیه اهل بیت از دیدگاه اهل بیت و بررسی مفصل عصمت انشاءالله در هفته آینده خواهد بود. با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون انشاءالله شماره تلفن برنامه زیر نویس خواهد شد و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. انشاءالله صحبتاتون در مورد موضوع برنامه آیه تطهیر، بررسی آیه تطهیر باشه. سوالات شرعی رو میتونید در روزهای دوشنبه از جناب استاد بپرسید. با ما همراه باشید. ای عائشه ای پاسبان عفت و عجب و حیا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای عائشه ای پاسبان عفت و عجب و حیا، ای عائشه ای پاسبان عفت و عجب و حیا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، صدها سلام از ما تو را ای مادر میرو وفا، صدها سلام از ما تو را ای مادر میرو وفا، صدها سلام از ما تو را ای یار و غم خوار محمد، ای گلستان صفا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای عائشه ای پاسبان عفت و عجب و حیا، ای عائشه ای پاسبان عفت و عجب و حیا، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، ای منتخب از آسمان بهر رسول مصطفی، صدا سلام از ما تو را ای مادر میرو وفا، صدا سلام از ما تو را ای مادر میرو وفا، ای مادر میرو وفا،
ایاروم خار محمد گلستان صفا ای منتخب از آسمان بر رسول مصطفی ای منتخب از آسمان بر رسول مصطفی ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا ای عایشه ای پاسبان عفت و حجب و حیا ای منتخب از آسمان بر رسول مصطفی ای منتخب از آسمان بر رسول مصطفی ای منتخب از آسمان بر رسول مصطفی با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. طوری که قول داده بودیم قبل از این میان برنامه، تماس های شما عزیزان رو خواهیم گرفت. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان شماره تلفن برنامه رو زیرنویس میکنن و خواهش ما اینه که در رابطه با موضوع برنامه، آیه تطهیر و ارتباطش با عصمت ائمه، دوستان اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، مطلبی دارن بیان بکنن و من عذر میخوام از تماس هایی که خارج از موضوع برنامه صحبت بکنن. جناب استاد، تا موقعی که تماسامون برقرار میشه مطلب دیگر در رابطه با آیه تطهیر اگر مونده باشه در خدمت شما هستیم. یک مطلبی که در اینجا هست، من قبلا اینو بیان کردم در جلسه گذشته، در جلسه امروز هم، که بنا به استدلال از زبان عربی از نظر لغوی اگر نگاه بکنیم، اگر به فرهنگ قرآن برگردیم و آیات قرآن را بررسی بکنیم، اگر به عرف بشریت برگردیم، به عقل خودمان نگاه بکنیم، ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم می شوند جز اهل بیتشون، بلکه اولین افراد اهل بیت هستند. همون گونه که همان ما می دونیم متأهل یعنی کسی که همسر دارد و همسرش می شود اهل بیتش. این نیازی به فلسفه و نیازی به هیچ گونه تحلیلی در واقع ندارد. هر انسان عاقلی می داند که متأهل یعنی کسی که همسر دارد، اهل یعنی همسر هر شخصی که همسر داشته باشد به همسرش میگویند که اهل فلان شخص است. اما بر بگردیم به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر واقعا که وقتی که ثابت شد که از نظر عقل و از نظر قرآن و از نظر عرف و از نظر روایاتی که ما داریم در واقع و زبان عربی به همسران رسول الله یا به همسر هر شخصی اهل گفته می شود، پس بنابراین شیعه باید معتقد باشد که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مانند بقیه همسران که کسانی که بودن جزء اهل عبا بودن همه باید معصوم باشند. و اضافه بر این، روایاتی هم در کتاب‌های شیعه و سنی در واقع وجود داره که مفهوم اهل بیت را ثابت کردند. من بسیار از این روایات، آیات و روایات را خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. فقط در اینجا به خاطر ضیق وقتی که موردی را در اینجا من اشاره می‌کنم. یکی درباره از اصول در بحار الانوار روایتی در اینجا وجود داره، نه یک روایت بلکه چندین روایت هست، در کتاب بحار الانوار و جلد 22 صفحه 155 در اینجا روایتی هست درباره قضیه افک، درباره قضیه افکی که منافقان در واقع همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم را تهمت به زنا زدن. من واقعا یعنی یکی از مواردی که من خیلی تعجب کردم درباره درنگی علمای شیعه و نفاقشون در برخورد با قضیه افک است. از یک طرفی اومدند و گفتند که این آیات درباره ماری قبطه هست، آیاتی که اعلان براءت میکند برای حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. بابا این آیات درباره فضیلت عایشه نیست، اینها درباره کی اومده؟ درباره ماری قبطی اومده. و از طرف دیگر همین انسانهای بیخرد اومدن همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم را به استناد از هم به همین قضیه گفتند که علیاذ بالله انسان بدکار و دامنشون ناپاک بوده. خب کدوم ما قبول بکنیم؟ اگر واقعا این آیه شما معتقد هستید که درباره ماری قبطی هست، پس حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یعنی از نظر عقلی و از نظر شرعی و منطق نباید متهم قرار بگیره. شما به خاطر همین آیات، به خاطر قضیه افکی شما متهم میکنید.
و اگر درباره عایشه هست، پس این اعلان برات هم باید درباره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باشه. یک برخورد کاملا دوگانه. من بحثم در اینجا فقط در مورد یک بحث اهل بیت هست در اینجا. در این کتاب در به خاطر زیخ وقت در جلد 22 صفحه 155 یک مطلبی رو در اینجا آورده. همین مطلب حدیث شماره 10 هست که اینو در واقع روایت کرده از کتاب الخصال. در اینجا این مطلب را آورده که درباره حضرت عایشه رضی الله تعالی این آوردند که عایشه در واقع ماری قبطی را تهمت زده. عایشه ماری قبطی را در واقع تهمت زده و الله متعال این تهمت را نهایتا منتفی کرده و اعلان براءت ماری قبطی را اعلام کرده. در آخر این روایت یک جمله هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه، من این عبارت رو بخونم که فيما احتج به امیر المؤمنین على اهل الشورى قال نشدتكم بالله هل علمت ان عائشه قالت لرسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابراهیم ليس من کن تهمت زده که این فرزند ابراهیم فرزند تو نیست، فرزند ماری قبطی نیست و انه ابن فلان القبطی فرزند فلان قبطی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم چیکار کرد؟ بدون این که در واقع تثبتی داشته باشه و مطلبی رو از وحی دریافت بکنه، فوراً به حضرت علی دستور داد که برو فلان قبطی رو بکش و حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم شمشیرش رو برداشت دنبال اون قبطی و رفت که اون قبطی رو به در واقع بکشد. قبطی هم فرار کرد، آخرش رفت بالا یک درختی و وقتی که دید علی ول کنش نید، علی هم پشت سرش رفت بالای درخت. اون در این روایت اومده که خودش رو رما به اداری فلما رآنی قد سعیدت رما به ازاره، اون خودش شلوار خودش رو انداخت، ازار خودش رو انداخت. فاذا لیس له شیء مما یکون للرجال، دیدم که این اصلا آلت مردانگی ندارد که بخواهد با کسی زنا بکند. فجئت فاخبرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اومدم به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم چه فرمودند؟ الحمد لله الذي صرف عنا السوء اهل البيت، الحمد لله سپاس خدایی که سوء را و بدی و زشتی را از ما اهل بیت چکار کرده؟ دور کرده. من کاری ندارم که آیه در واقع حدیث اف درباره عایشه هست یا درباره ماری قبطه. در مورد هر کسی باشه این روایت، چه در مورد عایشه باشه چه در مورد ماری قبطی باشه، این نکته برمیگرده. هر دوتاشون همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. در اینجا رسول الله صراحتا میفرماید که الحمدلله الذی صرف عنا از سوء اهل البیت، رسول الله متعال سوء را و زشتی و بدی را از ما اهل بیت دور کرده. در روایت دوازدهم بازم من فقط این محل شاهد را میخونم. روایت دوازدهم بعد از این، فقال الحمدلله الذي صرف عنا سوء اهل البیت، این باز همون مطلب هست. در دو ورق بعد از این در واقع صفحه 169 عبارت دقیق تری در اینجا آمده، میگه که وقتی کلی میگه من برگشتم و خبر دادم که این آقا یعنی اهل این کارا نیست، اصلا نمیتونه که ارتباط برقرار بکنه و نزدیکی بکنه با زنها، فخبرتو فقال الحمدلله. روایت چند جناب استاد؟ روایت 26. روایت 26 الغرر لسید المرتضى، اینو از سید مرتضی در واقع نقل میکنه. فقال الحمدلله الذي، در ابتدا در اولین پاراگرافش هست در واقع، قال الحمدلله الذي يصرف عنا اهل البيت، یصرف عنا اهل البیت، به سپاس الله متعالی که از ما اهل بیت دور میکند، یعنی همون بدی را و زشتی را در واقع و این بی آبروی را از ما دور میکند. این در مورد، چه در مورد ماری قبطیه باشد چه در مورد حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها باشد، این روایت به هر صورت گویای این هست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در مرحله اول همسران ایشان هستند. بله، جزاکم الله خیر. بله، سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو، وقتی جواب که ندارن مجبورن که فوش بدن. این دارن نمایندگی از اخلاقشون میکنن، نمایندگی از مذهبشون میکنن، نمایندگی از فرهنگشون میکنن. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، بفرمایید بیننده گرامی. در مورد ارتباط آیه تطهیر با عصمت ائمه اگر سوالی دارید، شبهه دارید، در خدمت شما هستیم. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. لطفا صدای گیرندتون رو ببندید بیننده گرامی. در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. بله بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید، حالتون خوبه؟ سلامت باشید بیننده گرامی. در مورد آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی. من از ایران زنگ می‌زنم. خواستم این سوالی که امروز من داشتم برنامه‌تون نگاه می‌کردم، بعد یه سوالی شما رسیدیم که عزیزم در مورد موضوع امروز برنامه ما مطلبی دارید؟ در مورد همون آیه تطهیره. می‌دونم در مورد همون آیه تطهیره. بفرمایید. جایی که شما سوال کردین گفتین که از شیخ مولانا پرسیدین که قبلش همش در مورد زنان پیغمبر بود، کن نه ضمیر کن نه، درسته؟ بله بله. بعد داخل آیه نوشته که چی؟ انما یرید الله یذهب عنکم. لیذهب عنکم. چرا نگفته عنکم نه؟ آها. من سوالم اینه اگه متوجه شد. چشم. در این مورد صحبت میکنیم. زنده باشید. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. وصال حق، بفرمایید بیننده گرامی. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. من خواهش میکنم از دوستانی که تماس میگیرن لطفاً صدای تلویزیونشون رو ببندن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید بیننده. شیعه‌گری باش. تشکر از شما. تشکر. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برنامه وصال حق. برنامه وصال حق، موضوع برنامه ما آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه علیهم السلام هست. اگر سوالی یا شبهه‌ای در این مورد دارید در خدمت شما هستیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، چطور هستید؟ شما خوب؟ سلامت باشید. باشید. یک تشکری خاص از این برنامه زیبا شما خواستم بکنم. اگه چی سوال آشنایی کامل ندارم، فقط یه بار خواستم که تشکری کنم از شما. کلاً مردم آگاه ساختم از لحاظ دین. الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وقتتون بخیر عزیزم. سلامت باشید بیننده گرامی. موضوع برنامه ما آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه علیهم السلام هست. اگر صحبتی در این مورد دارید در خدمت شما هستیم. شما آقای انصاری تشریف دارید؟ بله بفرمایید. آقای انصاری جان، من مولانا الان شبکه کلمه بله. آقای روحانی لاشری هم چیز اسمی بودم. شما در رابطه با موضوع آیه تطهیر مطلبی دارید بیننده گرامی؟ نه، من می‌خواستم این آقای مولانا روحانی لاشری کجایی هستن، زنده هستن، چرا خودفروشی کرده، اینو می‌خواستم خدمتتون. باشه باشه، در این موردم صحبت می‌کنیم. تشکر از شما بیننده عزیز. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام بیننده گرامی، بفرمایید. در رابطه با موضوع برنامه ما اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم. من خواستم تشکر کنم از برنامه خوب. تشکر از شما، زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. الله مطالبتون کنه. خدا نگهدار.
جناب استاد، این آخوندهای شیعه مردن که جوابی ندارن برای این ضربات کوبنده ای که به پیکره مذهب اینا وارد میشه. ما آرزومون اینه که این آخوندهایی که ادعا میکنن که مذهب برحق دارن، مذهب اهل بیت و پیروی از علی علیه السلام میکنن، بیان زنگ بزنن و از اساسات مذهبشون دفاع بکنن. این بچه هاشون نفرستن که توهین بکنن و فحش بدن. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید، من در تبهیر خودم حافظم، میدونم همه چی رو، سنی هستم بنده. درباره هر تهمتی که این ملعونا به حضرت عایشه میزنن، میخوام از سر تا پا این تهمتی که اینا میزنن، من با خیلی اینا روزور میشم. بعضیاشون میگن ما تهمت نمیزنیم، قبولشون داریم، فقط من میخوام این رو بدونم که این تهمتی که اینا میزنن، شما معلومات بهتری دارین در این مورد. میخوام از زبان خودش یادش نهارم که تو کتابایی نه چی نوشته، فقط همین. باش، چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما برادر است. انشالله که موفق باشین. از درمان خودتون تشکر. سلامت شما، خدا نگه داره شما. تشکر از شما برادر است. بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام استاد عزیز، بچه نواسی، شب شما بخیر. شب شما بخیر، سلامت باشید. خدمت استاد مولانا بخوانم سلام عرض میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. رابطه به آقای تعطیلی. بفرمایید. شما اگه دو آیه قبلش رو بخونید، معلومه که این آیه درباره همسران پیامبر خداست و هیچ ربطی به دیگه کسی ندارد. درست. باوان میخواد اهل بیت، مشخصا اهل بیت، همسران و فرزندان پیامبر خداست. بله. و میتونم یکی مسئله هم به شما خدمت شما عرض کنم. مثلا اگر به شخص میکاس دعوتی بیاد بگن که شما فردا شب با اهل بیت خود به فلان سی دعوت هستید، عقلانی اینه که انسان اون کارت دعوت رو مستقیما به خانمش بده، بگه فردا شب بچه ها حاضر کن با هم میریم تالار یا عروسی. درست. وقتی که آدم آخر نمیبره به خونه همسرش یا به خونه زن عموش یا پسر عموش بده، دیگه ما و شما با هم دعوت هستیم. بله. این فکر کنم با عقل منطقی این باشه که همسر انسان اهل بیت. بله. البته یک مثال دیگه هم هست، پیغمبر خدا دعا کرد گفت خدایا این هارم جز اهل بیت من کن. البته حضرت فاطمه که اهل بیتش بود چون فرزندش بود. بله. حضرت حسن و حسین، حضرت علی هم چون پیامبر دعا کرد و تفیل دعا اونا هم جز اهل بیت شد. درست. مشخص هست دیگه حرف نداره. تشکر از شما، تشکر برادر عزیز، تشکر از شما، خدا نگه داره شما. بله، سلام علیکم، بفرمید. وصال حق، بفرمید. موضوع برنامه ما آیه تطهیر و ارتباطش با عصمت ائمه است. در این مورد اگر مطلبی داری در خدمت شما هستیم. شما وصل هستید، صدای شما داره پخش میشه. من خواستم بگم الان اون دوره تموم شده، الان همه شیعه ها بیدار شدن. بازم من خودم شیعه هم، الان خودم هم شیعه، در حال حاضرم شیعه هم. خودم هم 25-26 سال سنمه، هنوز یه توهین نه از خودم به امهات المؤمنین شده، نه از بابام، نه از برادرام، نه از خواهرام، نه از مادرم، نه از اقوامم. الحمدلله. چون بیدار شدیم. الحمدلله. از موقع بیدار شدیم که فهمیدیم این آخونده رافضی دارن دروغ میگن. هنوز هم میگم شیعه هم، ولی آخونده رو قبول ندارم. چرا؟ چون هیچ دکتر آخوندی تا الان سیزه نشده. فقط به بقیه شیعه ها میگه شما سیزه بکنید، ولی تا الان دکتر خودشونو نگفتم که شما بیا سیزه بشید، سیزه فلان کس بشید. هیچ موقع مثلا همین خواهرهاشونو نمیذارن سیزه کسی دیگه بشه، فقط به شیعه بدبخت میگه شما برید سیغه بشید. الان یک شیعه شما پیدا کنید که بگید به من سیغه فلان دکتر فلان آخوند سیغه کردن، یعنی من دکتر فلان آخوند سیغه فلانی شدم. نیسته اینا کلن خودشون نمیدونه، همه شیعه هم بیدار شدن. الحمدلله. این خیلی برنامهاتی اثر گذاشته رو شیعه. الحمدلله. میگم هنوز فونی نشدم، هنوز محصبم هست، ولی آخونده رو قبول ندارم.
اسم مهم نیست برادر عزیز، اسم اصلا مهم نیست. شما میتونید شیعه واقعی علی باشید. این اعتقاداتی که امروز آخوندها و مراجع رافضی دارن، به خدا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این اعتقادات رو نداشتن و من به شما تبریک میگم. خدا شاهد نداشته. من خیلی یعنی جاهای فانشین سفر کردم، حتی به بلوچستان، از بلوچستان توی زاهدان، توی چابهار، توی راستر، من اینا رو داشتم. الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی، تبریک میگم به شما، این عقل و این منطق شما رو که شما رو به راه حق و حقیقت راهنمایی کرده. موفق باشید. بعد یه موضوع دیگه میخواستم بگم. بفرمایید. خواستم بگم که کل ایران خدا شاهد در این برنامه‌اش مار نگم. یعنی خدا شاهد، یعنی ما اصلا خودم شیعه هم، یعنی یک روزا اصلا به مرگم راضی میشم از این برنامه های آیت الله غزنوی نیست. خدایی به مرگم راضی میشم. اصلا اینا چه بشرن، اصلا فکر ندارم. من تو سر اینا نیست، همینجوری از سرشون یه چیزا میگن، ما هم دیگه باید بگم چشم. ما خدایی نه من نه قومم، اصلا ما مثلا 6-7 مثلا برادر، ما دیگه از همین قوم 6-7 چی درست، هیچ کدوممون اون خمس طالب نداریم و نمیدیم، قبول نداریم خمسو. درست. برادر عزیز میتونم بپرسم شما دقیقا از کدوم منطقه هستید، از کدوم استان هستید؟ من استان کرمان زنگ زنم. ماشاءالله. استان گلباف. الله متعال حفظتون بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیب شما و خانوادتون بکنه انشاءالله. و به خدا سوگن ما منتظر شما هم که بیاید ایران. یعنی خدا شاید گل ریزانتون میکنید، زیر پاهای شما رو ما میبوسیم، دیدارمون کردید. خدا شاید الله متعال حفظتون. یه واقعی علی هستم، پیرو علی، واقعی علی شیرمردی بود که اینا دارن یه علی دیگه درست کردن. بیننده عزیزمون، من یک سوالی خدمتتون دارم. خلفای راشدی. برادر عزیز، برادر عثمان علی، برادر گرامی، شما اشاره فرمودید تا حالا سراغ ندارید که یک دختر آیت الله یا آخوندی تا حالا صیغه شده باشه. شما به عنوان یک شیعه که در جامعه شیعه زندگی کردید و علمای شیعه رفت و آمد دارید، تا حالا دیدید که یک آخوندی خمس پرداخت بکنه؟ متوجه شدید؟ نه، اصلا این چنین چیزی نیست، چون خون تو جیب آخوندن میره، خون آخوند میاد از این جیبش در بیاره به اون جیب دیگهش کنه، اصلا نمیده اینا. درست. تشکر از شما، تشکر از شما، خیلی ما رو خوشحال کردید با این صحبت‌های شیرینتون. الله متعال شما رو حفظ بکنه برادر عزیز. امید دیدارتون تو تهران. سلامت باشید. خدای میام اونجا. سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعال حفظتون بکنه. تشکر از شما. آینده هستم، خدا حافظ. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. من تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. جناب استاد، وقتمون به پایان رسیده، یک دقیقه هم از وقت گذشته. تنها سوالی که داشتیم در این تماس ها، سوال اون برادر عزیزم بود که چرا آیات قبل و بعد همه انکن با صیغه مؤنث شده در مورد همسران، فقط این آیه انکم اهل البیت است. علتش این است، گرچه اینو در هفته گذشته بیان کرده بودیم، علتش این است که در آیات گذشته همه ابتدای آیه خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بله. که به رسول الله میگه یا ایها النبی قل لازواجک، یا در آیات بعدی یا نساء النبی، این اشاره میاد. بله. اما در این آیه 33 در ابتدای این آیه که میفرماد وقرن فی بیوتکن، و در ادامهش مخاطب قرار میده اهل را، یعنی میگه که اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اهل البیت در اینجا مخاطب قرار گرفتن، یعنی به تعبیری دیگر ندا هست. این کلمه اهل خودش مذکر هست، و وقتی که در زبان عربی یک مذکر مورد خطاب قرار بگیره، کلمه مذکر و تعبیر مذکر هم به کار میبرند. چون که در آیات قبلی مورد خطاب فقط نساء بودند، ازواج بودند در اونجا، و در این آیه مورد خطاب و منادا فقط اهل هست. وقتی که اشاره میشه به اهل، چون که کلمه اهل که مدلولش خود همسران رسول الله هستند، پس بنابراین در اینجا آیه را به صورت مذکر آورده. در نمونه های زیادی رو داریم در قرآن کریم، مثلا به طور مثال حضرت موسی علیه السلام به خانومش میفرمه فقال لاهله امكثوا، اهل حضرت موسی
موسی کسی نبود بجز خود حضرت، خود همسرش. اما زمانی که گفت که صبر بکنید، نفرمودند که امکثی، صبر بکن، خطاب به یک زن باشه، بلکه صیغه مذکر را به کار برد، زیرا که قبل از اون کلمه اهل را به کار برده. درباره حضرت ساره و حضرت ابراهیم علیه السلام الله متعال میفرماید: قال و تعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. چون که در اونجا هم کلمه اهل اومده، اونجا صیغه به صورت مذکر اومده که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. اما اگر ما بخوایم که هر جا کلمه مذکر آمده مخصوص مذکر باشه، مؤنث دیگه در اون جمع نباشه، پس بنابراین خود همین آیه که میگه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این به صیغه مذکر اومده. پس بنابراین حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها در مصداق خود آیه با توجه به مفهوم خود آیه داخل نیست، گرچه ما معتقد هستیم که به بنابر حدیثی که رسول الله فرمودند ایشون جز اهل بیت هستند، اما بنابر خطاب این آیه چون که ایشون مؤنث هستند، پس بنابراین نباید این خطاب متوجه به حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها باشه. اضافه بر این، اگر منطق ما این باشد که هر جا که لفظ مذکر اومده برای مذکر و هر جا که لفظ مؤنث اومده برای مؤنث باشه، بسیاری از احکام شرعی را شما برای زنان تعطیل کردید. به طور مثال الله متعال میگه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم السلام، ای مردانی که ایمان آوردید. الذین برای مرد استفاده میشه و آمنوا برای مرد استفاده میشه و علیکم صیغه جمع برای ضمیر جمع مذکر است، همه اینا برای مذکر است. پس بنابراین اگر بگیم که چون که در اینجا صیغه مؤنث نیومده، پس بنابراین زنان مراد نیستن، این هیچ انسان عاقلی و مسلمانی اینو قبول نخواهد کرد. و از نظر زبان عربی، یعنی قاعده در زبان عربی هست، قرآن به زبان عربی، اگر شما میفهمید این قرآن رو بفهمید، باید به اهل زبان مراجعه بکنید. در زبان عربی اگر در یک جمعی، در یک گروهی چند نفر زن باشند و حتی یک نفر مرد باشه، در اونجا مثلا وقتی که شما بخوای سلام بدید، میگی السلام علیکم و رحمت الله، یعنی لفظ ضمیر کم را که برای خطاب مذکر هست به کار میبرید، نمیگید السلام علیکم. چرا؟ چون که یک مرد در اینجا وجود داره. و در آیه تعطیل چون که شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشتن، پس بنابراین اینجا لفظ مذکر به کار بردند و لفظ مؤنث به کار نبردند. اما آیات قبلی چون که خطاب به ازواج مطهرات بود، احکامی مخصوص ازواج مطهرات بود، در اونجا صیغه مؤنث آورده بود. اما در این آیه چون که رسول الله هم جزء ازواج هست در اینجا و جزء مخاطب هست که ازواج و ایشون با هم مخاطب هستند، اینجا صیغه مذکر رو در واژه به کار بردن. همون گونه که من از کتاب بحار الانوار دو سه روایت آوردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الحمدلله الذی صرف عنا السوء اهل البیت، که الله متعال سو را از ما اهل بیت جدا دور کرده. اهل بیتی که در اون حدیث مراد بودن کسی نبوده جز ماریه قبطیه، یا بگیم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. بله، جزاکم الله خیر. دوستان در اتاق فرمان اشاره میکنن که در این آیه کتب علیکم السیام هست. شما فرمودید کتب علیکم السلام، سلام کتب علیکم السیام هست، روزه بر شما فرض شده. پس در ادبیات زبان عربی موقعی که مخاطب جمع مذکر و مؤنث باشه، صیغه مذکر استفاده میشه. اینجا ادبیات عرب است که متاسفانه آخوندهای رافضی هم از قرآن بدورن و هم از ادبیات عرب. درباره مطالب دیگر، درباره حدیث کسا، یکی از بینندگانمون اینجا مطرح کردن، انشالله حدیث کسا رو در ادامه مطلب انشالله به اون هم خواهیم پرداخت و مطالبی درباره حدیث کسا هم خواهیم داشت. جزاکم الله خیر. همچنین بیننده ای که در مورد تهمتی که به ام المؤمنین عایشه میزنن، منظورشون بود در کجا این تهمت زنا رو زدن، اگر اجازه بدید من این تفسیر قمی رو نشون بدم خیلی مختصر. بگو در کجا نیست، در کجا نیست، اینکه در کجا هست، در کدوم کتابشون نیست. بله، این تفسیر قمی است، این نسخه ای که ما در کتابخانه وصال حق داریم و اینم صفحه مطبوعات العالمی بیروت طریق المطار، این چاپ سال 2007 1428 هست. در زیر تفسیر آیه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما، در اینجا میگه فقال والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه. میگه معنی فخانتاهما در اینجا نیست مگر فعل فاحشه.
یعنی فعل زنا ولیعذ بالله، وليقيمن الحد على فلانه یعنی برای فلانه حد زنا رو جاری میکنه، فيما اتت في الطريق جا خالی اینجا هست، و کان فلان یحبها فلانی دوستش داشت، فلما ارادت ان تخرج الى فلان که در اینجا نوشته، بعد شماره هم گذاشته در پاورخ اینجا میاره که منظور از این فراغ البصره است، قضیه جنگ جمل رو چی میکنه، قال لها فلان لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان. این در کتاب تفسیر قمی هست که صراحتا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را متهم میکنه به زنا ولیعذ بالله. و شما بفرمایید که این علی ابراهیم قمی کی هست، جایگاه این در مذهب شیعه؟ علی ابراهیم قمی قبلا گفتیم که یکی از، البته این روایت کمتری رو داره که در اون دو تا علی ابن ابراهیم قمی هستن، و این تفسیر علی ابراهیم قمی جز قدیمی ترین تفاسیرشون هست در مذهب شیعه، که تفسیر عیاشی، تفسیر قمی جز قدیمی ترین و معتبرترین در واقع تفاسیر شیعه هست. بله، جزاکم الله خیر. و اینجا هم در کتاب دیگرشون، در کتاب بهار و لنوار، دایرة المعارف خرافات شیعه جلد 13 صفحه 807، در اینجا در روایت شماره 221 در اینجا میگه که یک کیسه ای رو که در اون عایشه جمع کرده بود حدود 40 دینار رو که از خیانت، این پولایی بود که از خیانت جمع کرده بود و اینا رو میخواست در راه بغض و عداوت علی رضی الله تعالی عنه استفاده بکنه. اینم روایت دیگری از کتاب بهار و لنوارشون. چون وقت کمه و الا من اینجا بیش از 100 صفحه اسکن شده دارم از کتاب‌های معروف شیعه، مثلا این تفسیر نور الثقلین است، دوستان عزیز اگر نشون بدن، تفسیر نور الثقلین از حویزی، در اینجا هم تهمت زنا رو ولیعذ بالله به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نسبت میدن. جناب استاد وقتمون کاملا به پایان رسیده، حدود 10 دقیقه هم اضافه شد، اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هستیم. پیام ما، تمام تلاش ما برای اهل سنت و برای شیعه فقط همین است که واقع بین باشند، حقیقت گرا باشند، اون چیزی که حق و حقیقت هست از قرآن و سنت و از طریق صحیح از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده، بر اون عامل باشیم. همون گونه که بزرگان اهل سنت و جماعت، مثلا حضرت امام شافعی رحمت الله علیه می‌فرمایند که اگر محبت با اهل بیت به معنی رفض هست، فز بناول فلیه شده ثقلان انی رافضی، ما با محبت اهل بیت در واقع دشمنی نداریم. من در برنامه دیگر حجت بدون حجت، من مواردی رو که اهل سنت و جماعت از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده بودند و میزان روایتی که کتب سته اهل سنت از حضرت علی دارن، اینها رو مقایسه کردم با کتب اربعه شیعه، دیدیم که اصلا قابل مقایسه نیست. بیشترین روایت از اهل بیت رو اهل سنت دارن، به طریق صحیح است، برخلاف در واقع شیعه که روایاتشون از رسول الله و از حضرت علی و حسن و حسین بسیار ناچیز و اندک است. و این دلیل بر محبتی است که در میان اهل سنت و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره، و ما محبت اهل بیت را بلا استثناء، تمام اهل بیت را جزء ایمان خودمون میدونیم. هر سنی که ادعا کرد که من سنی هستم و اهل بیت را ناسزا گفت و فحش داد، مطمئن باشید که اهل سنت و جماعت نیست، و ما چنین شخصی را در واقع ایمانش را ناقص میدونه. بله، جزاکم الله خیر. فقط یک مطلب موند که این گفتن که شخصی به نام لاشاری که رفته تو شبکه اینا، من این یک مطلب رو نشون میدم، قضاوت رو میسپارم به اهل سنت که این انسان ها رو خودشون بسنجن، ما در باره اینو چیزی نمیگیم. این کتاب الاربعین فی امامت الائمه الطائرین مال محمد شیرازی نجفی هست، نجفی قمی، در صفحه 615 الدلیل الاربعین، دلیل چهلومش، میگه که ان عائشه کافره مستحق للنار، عائشه علیاذ بالله کافر است، مستحق آتش جهنم است، و هو مستلزم لحقیت مذهبنا. یعنی هیچ کس نمیتونه شیعه اثناعشری بشه الا بعد از اینکه این اعتقاد رو در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه داشته باشه. و کسانی که میرن در کنار آخوندهای رافضی مینشینن و به ساز اونا میرخصن، یا اینو قبول دارن به اهل سنت دروغ میگن که ما سنی هستیم، و یا اینکه
خدا میدونه چه این آقایون وقتی که میرند برند، ما افتخار میکنیم کسانی برند از اهل سنت در شبکه ولایت یا هر شبکه دیگر، اما وقتی که اونجا رفتن توسل رو مثلا مسئله اختلافی هست، ایشون که میگه جز حنفی هست، توسل رو از دیدگاه امام ابو حنیفه و فقهای احناف بیان بکنه که کجاش جایز است و کجاش ناجایز نیست، یا بنای بر قبور رو که در یک مورد اختلافی هست در میان شیعه و به قول خودشون وهابیت، از دیدگاه ائمه احناف اینو بیان بکنند که کدوم ائمه حنفی گفته که جایز است شما سر قبرستان بنا بکنید، در مورد تکفیر صحابه، در مورد تهمت به عایشه، در مورد بقیه مسائل اختلافی، در مورد قصب خلافت و در بسیاری از این موارد که اختلاف دارن شیعه و سنی، بله بروند عقیده امام ابو حنیفه را، عقیده بقیه ائمه اهل سنت رو بیان بکنند، برایشون مبارک باشه. اما اگر کسی به عنوان اهل سنت و جماعت بره در اونجا اعتقاد ائمه اربعه و علمای اهل سنت و جماعت رو زیر سوال ببره، اینو خود بینندگان در واقع ارزش و مقام و جایگاهش رو میدونن. جزاکم الله خیر و بارک الله فیکم و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا هفته آینده بازم که با قسمت دیگری از شرح کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام رحمت الله علیه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه شما را به پروردگار بزرگ و توانا میسپارم و تبریک میگم به این برادر عزیزی که این چنین با جرأت عقیده خودشون رو بیان کردن. الله یار و نگهدارتان باد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. بارک الله.